بچه ها خوش منی به ویدیوی ویدیو رده با جان سی و با با یه تفاوت خیلی اساسی، اونم اینه که شما سوال دارم. چند روز پیش تو اینستاگرام استوری گذاشته بودم که شما بهمون بگید که چه سوالی تو ویدیو ردر مطرح بکنیم و یکیشو انتخاب بکنیم. بعد خیلی ازم سوال پرسیده بودی، من نصف بیشترش نمیدونم چرا اصلا سوالای سایکو بود. چرا آخه اینجوری؟ واقعا یه چیزایی نوشته بودن، مثلا چه نام خلال دندون بذاری لای ناخونات بعد بکوبونی به دیوار، یا مثلا نمیدونم شست پاتو چیکار کنی، یه چیزای اینجوری. خوبه؟ نرماله. نرماله از نظر تو؟ مثل که از نظر سینا نرماله، پس من آنرمالم این وسط. ولی حالا خلاصه من سوالای خیلی سایکو رو انتخاب نکردم. چیه؟ کامنت آنرمال. باز یه چیزی پیدا کرد. خب بچه قبل اینم که بریم حالا این سوالا رو با هم دیگه بخونیم جواب بدیم، من میرم، خدافظ. بمون. اگه تنها سابسکرایب نکنید لطفا سابسکرایب کنید، من برم دنبال سینا بیارمش که با هم ادامه ویدیو رو بگیریم. بوم بوی 1386 پرسیده، ترجیح میدی پرواز کنی یا نامری بشی؟ جواب من کاملا پروازهه که ترجیح میدم نامری بشم، چون مثل سگ از ارتفاع میترسم. همه پسرها یه جواب دارن. چی؟ واضحه، نامرئی. چرا؟ ما چی کار کنی؟ قتل عام. بهش من قتل عام کنی؟ دزدی، فساد، فسق و فجور. هرچی که در ذهن کثیف ما پسرها نقش بسته انجام میدیم. واقعا برای ذهنتون متاسفم. دخترم همینن. نه خیلی رو نمی کنن. من نامری میخوام بشم، برم تو جلسه های مثلا آدم های مهم، برم از ترامپ مثلا چی تو ذهنشه، پولاشونو برداری به فقرا. توی ایران مثلا تو مجلس چه خبره، تو این جلسه ملسه هاشون چه خبره، چه تصمیماتی دارم برای ما میگم پشت مشتا. مهم نیست دیگه. خب شب بتوام یک کاری کنم، یک کمکی کنم به جامعه، به دنیا. تو نامری؟ تو نامری تموم شد رفت. دوباره میتونم مرئیشم تا آخر عمرم که نامری نمیمونه. نه دیگه تموم شد، یه بار نامری میشی میری، یعنی روح میشی در موقع. حرفات غیر منطقی. حمید رضا امینی آفیشیال پرسیده که خواننده ای؟ چرا قد گیر میدی؟ من اومدم گیر بدم به تو و به همه. پرسیده که ترجیح میدی کاله نه. یوتیوب؟ نه خواننده ای؟ فوتبالیستی؟ بذار بخونم سوالو. رئیس جمهوری؟ بسته. ترجمه دی کانال یوتیوب داشته باشی؟ من گمت کرده بودم. یه منیو سابسکرایبر بدون سینا یا یه کانال هزار تایی داشته باشی با سینا؟ بچه شماره حسابم کجا بدم؟ بشناسید این ملعون. پلید. نه بچه ها شوخی کردم، واقعا یه منیو سابسکرایبر ارزش این کارا رو نداره، میدونید؟ به هر حال میرسم به اون روز. از این شعارا که میدن بچه نتورک مارکتینگ، میگن نه نه میرسم بهش، سری نه ولی قطعا، یه همچین چیزایی. آره. این رارا از تو سوال پرسیده. جانم بپرس. 1000 تومن بهت بدم با خودم باشی یا 100 میلیارد بدم با یه دختر دیگه باشی؟ پیری ببین یه کاری میکنیم. من پوله رو میگیرم، دختر میپیچونی؟ میپیچونمش. اوکی. بعدشو که نگفته. حل پایم. هدیه نه بایستید. هیدری هادی پرسیده. هیدری میگه هدیه. هی رو دیدم بکنم هدیه. درست. ترجیح میدی سن ذهنیت ثابت باشه یا سن جسمیت ثابت باشه؟ یعنی این که همون اسکولی که هستی بمونی ولی پیر نشی، یا اینکه اسکول نمیری؟ داری اشتباه توضیح میدی. میگه که یعنی سن جسمیت ثابت بمونه، یعنی اینکه پیر نمیشی. یعنی اینکه خب این یه گزینه است، پیر نمیشی. و یکی گزینه اینه که عقلت همین میمونه، یعنی هم اسکولی که هستی میمونی. خب معلومه دیگه، آدم ترجمه میده پیر یعنی نشه. یعنی اینو قبول داری که در هر دو صورت اسکول هستی؟ داشتم طور میگفتم، مثلا نیاز به عقل ندارم. حالا خلاصه من بین این دوتا گزینه ترجیح میدم پیر نشم. کل اعضای بدنم عقله. چجوری؟ خب
خب حیدری هادی دوباره سوال پرسیدم، سوالش خیلی باحاله، گفتم یکی هم میگم ترجیح میدی حقوقت سه برابر بشه یا درن مغزت بتونی به اینترنت هم وصل شی؟ تابلوه. یعنی وصل بشی به اینترنت چی کار میتونی بکنی؟ این مهمه. یعنی مثلا تو اسکول میری کنکور بدی، همینجوری میری میشینی یا روشن میکنی سرور رو، یعنی همینجوری سرچ میکنی همه اطلاعاتو میگیری. صد اسکولم خودتی. صد من بچگی می همچین چیزی نیاز داشتم اون موقع. یعنی بچه بودی اسکول بودی؟ نمیذار حرف بزنم. بفرمایید. اون موقع همیشه میگفتم خدایا کاش که میشد یه USB چیزی واسه ذهن من این کتاب لعنتی بریزم تو مغزم. پس همون درون مغزم ترجیح میدم به اینترنت واسشم. تو چی؟ گفتم دیگه. اینترنت. شماها چی؟ فروز از همون پرسیده که 24 ساعت با تتلو باشی یا 24 ساعت با دنیا جمع بخت. آخرش همیشه دوست دارم خودت. من هم دوست دارم. من آدم نیستم آره. کشتونی. من با اینکه با موزیکای تتلو حال میکنم ولی ترجیح میدم 24 ساعت با دختر باشه. یعنی دوزه دنیا جمع بخت. با تتلو حال میکنم ولی ترجیح میدم با دنیا باشه. سوسماس بذار اینجاش. سوسماس. من اون تتل چی کار کنم؟ آهنگ برام بخونه؟ گیتار بزنه برام؟ گیتار بزن؟ من دیگه حرف ندارم. چی کار کنم؟ با دنیا جهان بخت میخوای چی کار کنی؟ کتابش برام بخونه. کتاب نرانگی؟ کتاب داری میدیمسی؟ نه ولی جدی تتلو واضحه بزنیم عشق و حال. نه یعوضی تمام. بچه شما کدوم گزینه انتخاب میکنی؟ معلومه دیگه. چرا معلومه؟ واقعا غیر از تتلو میشه کامنت گذاشت؟ خیلی خوب. هر چه غیر تتلو گذاشت میرم بلاکش میکنم. محمد آر پی او پرسیده تا آخر عمرت غذای خوب نخوری یا ترجیح میدی تا آخر عمرت آب نخوری؟ خداییش بدون آب. محمد ترجیح میدم که همون غذای خوب نخورم ولی آبو بخورم. به خدا اصلا نمیشه. تو چی؟ ولش کن اصلا ازت نمیپرسم. این لعنتی اصلا آب نمیخوره. من نمیدونم چه چیز زنده سانا خوش نشده. یعنی من مثلا زورش میکنم شاید هفته یه لیوان آب بخوره. من از این دنیا به دورم. کویری تو. من اصلا چیزم سانه مرتاز. مرتازم. آب به چه درد میخوره تا نوشابه هست؟ آهنگ گوش بود کبیرم کبیرم تو رو. فقط نوشابه. متاسفم برات. ایلارنی؟ نمیدونم چیه. پرسیده که ترجیح میدی از صد متر خارجی از صد متر ارتفاع بپری تو آب یا 12 ساعت توی یه روستایی که میگن نفرین شده است بمونی تو شب؟ من میخوام برم روستای نفرین شده. یکی از کارهای مورد علاقمه واقعا. میمیری بدبخت. ناراحتم که ایران بودم جایی ترسناک نرفتم، مثلا دره ستارگان و نمیدونم قلعه جنی و اینجور جا. خیلی دوست دارم برم. رو من حساب نکن، من از اون 100 متر میپرم. تو بگو 1 کیلومتر. من میخوام برم روستای نفرین شده. من چه خبر نیست. اصلا من خودم جنگیرم. من هر شب 100 متر میپرم تو آب دریا. من از ارتفاع میترسم ولی از جن و روح نمیترسم. من اینو تایید میکنم بچه. فکر خود جنی نمیترسی و چه عوضی؟ مگه میشه یه دختر نترسه؟ چه ربطی داره؟ میگه چه ربط؟ مگه همه دختر نترسه؟ کامنت ربطشو بگیر. ربط دختره کامنت بزن بگم ما شجاییم. آرمیتا پرسیده خودت زنده بمونی و 10 نفر به خاطر بمیرن یا ترجیح میدی تو بمیری و جان 10 نفر رو نجات بدی؟ الان خیلی سخت شد. اگه اون 10 نفر قرار آدمای مفیدی باشن، یه حرکت خفنی بکنن، مثلا نرن موتاچن الکی مثلا بیفتن گوشه خونه، حاضرم. ولی اگه قرار آدمای نامفیدی باشن حاضر نیستم. من قول میگیرم مواد نکشن. فداشو. مفیدن. مفیدن. خب نرفت. چه میری؟ من باید ببینم شرایط روحی موقع چطوره. این جف بگیره شاید مثلا یک کلیه همو بدم مثلا سک خور. میگه ولی... بمیری. نمیگه کلیه بدی که پول میدن. الان مردی پول میخوایی چی کار؟
میخوای بدی به من؟ منو توی شرایط نذار. میگم میخوای پولا رو بدی به من؟ به فکر منی؟ پس میخوای چیکار کنی اون پولو؟ منم گزینه یک، ولی دروغ میگم، دروغ. یعنی توی اسکول این کارا میکنی؟ تو چجوری میخوای 10 نفر رو نجات بدی؟ قلبه نه، این سوال اینجوریه که اینجوری نیستش که اعضای بدن تو اهدا کنی. که مثلا فکر کن جیکسا اومده میگه یا تو رو میکشم، این 10 نفر چی آورده؟ این 10 نفر زنده مونن یا این 10 نفر میمیرن تو زنده میمونی؟ اینجوریه. اگه داشون جیکسا آورده باشه الکی نمیاره، بس همون که گفتم لقش تموم شد. اینم در نظر بگی که جیکسا آدمای گناهکار رو میاره. بعد الان تو اگه بگی حاضر نیستم من بمیرم، بگی اون 10 نفر رو بکش، میشی گناهکار، تو رو میکشه. جیکسا گو خوردم. خب بچه این ویدیو هم تموم شد. خیلی سوالتون زیاد بود، فرصت نشد همشو تو این ویدیو بخونیم، ولی پارت 2 شو حتما درست میکنیم. عدتواره چیه؟ مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدید. خودتون اگه مثلا دیدید یه چیزی ما اشتباهی انتخاب کردیم، کار احمقانه، تو کامنت ها بنویسید که مثلا ما بودیم فلان چیز رو انتخاب میکنیم به این دلیل. حتما کامنتاتون رو میخونم. من همیشه گزینه صحیح رو انتخاب میکنم. باشه، مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدید. خدافظ.